سختی و فشار توی ایران زیاده، اما زنان در مورد خشونت‌های جنسی سکوت نمی‌کنن. من از زنان ایران و افغانستان دعوت کردم که حرف دلشونو به شما بگن. مردها هم به ما پیوستن. بچرخ تا بچرخ. خیلی کوچیک بودم که مورد خشونت جنسی قرار گرفتم از طرف یکی از خویشاوندانم. شب بود، مامانم تو اتاق بغل خوابیده بود. نصف شب بیدار شدم چون یکی داشت به سینه‌ام دست می‌زد. بابام بود. وقتی کارم رو به عنوان مجری تلویزیون شروع کردم، فکر کردم اینجا برخلاف محیطای کار سابقم، مؤسسات زبان و ترجمه و شرکت‌های خصوصی، مورد آزار جنسی قرار نمی‌گیرم. اولین طرح فیلمنامه خودم رو که به سفارش یکی از شرکت‌های سینمایی بود، روی میز رئیس دفتر سینمایی گذاشتم. گله روسری من بود که به جای طرح فیلمنامه من باز شد. به صورتی که از سمت اون فرد به راحتی لمس می شدم، صحبت ها و حرف های بسیار نادرستی به من می کرد که تمامیت حریم خصوصی من رو زیر پا می گذاشت. تا مدت ها من خودم رو سرزنش می کردم. حتی وقتی بزرگ شده بودم و دیگه چیزهایی می دونستم در این مورد، باز هم خودم رو سرزنش می کردم. تا 10 سال به هیچ کس چیزی نگفتم. و سالها خودم رو مقصر می دونستم که چرا اونجا رفتم، چرا مقابله نکردم، چرا صدامو بلند نکردم. تمام اون آثار روانی نه تنها تموم نشد، بلکه با من 20 سال به امروز کشیده شد. وقتی که با همکاران زنم در مورد این تجارب صحبت می کردم، می دیدم اونها هم تجارب مشابهی دارن که ازش رنج می برن. اما به جز عده‌ای انگوش شمار که با بدنامی اخراج می‌شدن، بقیه سکوتشون رو نمی‌شکوندن. تا اینکه فهمیدم که چقدر یک زن باید قوی باشه تا اینکه بتونه در مقابل آزارهای جنسی ایستادگی کنه. امروز یاد گرفتم که سکوت نکنم و در برابر هر مسئله‌ای و هر آزاری که من رو معذب می‌کنه و من رو آزار میده صحبت کنم، حرف بزنم و واکنش نشون بدم. اگه یه آدم نزدیک تو خانواده‌تون، پدرتون، پدر بزرگتون، داییتون، عموتون به شما دست درازی کرد، اگه مادرتون گفت ساکت باشین، آبروداری کنین، درفش گوش ندید، اگه تو تاکسی نشستین، اگه تو اتوبوس نشستین، اگه تو مترو نشستین، مردی کنارتون نشست و شما مورد آزار جنسی قرار داد، کوتاه نیاد. اگر روزی خانه وطن‌دارا رفتن و خانه یک قومی، آشنایی، دوستی، کسی که رفت آمد فامیلی داره، اگر رفتین و مورد آزار جنسی در خانوش قرار گرفتین، لطفاً سکوت نکنید. واسه همین لازمه که تو هم سکوتتو بشکنی. وقتی این اتفاق میفته سکوت نکنی. اگه میتونی حرف بزنی، نه تنها برای خودت، بلکه برای تمام زنان، تمام زنانی که از این پاندمی پنهان رنج میبرن و مجبور میشن سکوت کنن. باید مقابله کرد و جنگی هم رای افتاد، مخصوصا برای کسی که میخواد ما آسیب بزنه و تو آسیب بزنه. سکوت نکنین، نشارین و از حقتان دفاع کنین. به جای اینکه قربانی باشی قطعا هم کن، متجاوز فرار میکنه. من خودم توی فرودگاه خارج ایران یه مرد ایرانی اومده جلوم بهم میگه زنی که زشت بدتر کی، چرا داری با کارات آبروی ایرانو میبری؟ اول تایید دلم خالی شد، ولی بعد دویدم جلوش، دوربینم آوردم بالا، دوربینم گرفتم جلو صورتش، بهش گفتم چیزی که به من گفتی رو جلو دوربین من تکرار کن. نتونست، ترسید، برای اینکه میترسید آبروش بره، در رفت. میبینید که با سکوت نکردن، با دوربینی که مثل اسلحه حتی نمیتونید کاری کنید که متجاوز فرار. خیلی ممنونم که تو این برنامه همراه بودین. روز جهانی زن رو نه فقط به زنان، بلکه به شما مردان برابری خواه که همراهمون هستین، مثل کوه پشتمون ایستادین، هم تبریک میگم. یک دوربین دست ماست، میلیون ها دوربین دست شماست، هر شهروند یک رسانه است. سانسور پر. بچرخ تا بچرخ.